فصل هشتم بیشعور مدنی اگر هفته ای دست کم یک بار در اعتراضی مدنی شرکت نکنم هنناق می گیرم علت اعتراض مهم نیست مهم خود اعتراض کردنه که به خاطر اون زندگی می کنم هنریتا براون یک اکتیویست بیشعور تحت درمان اعتراض مدنی مدر روزه سابقا روال بر این بود که مردم اعتراض میکردند تا به آزادی و حقوق خودشون برسند. اما گویا امروزه افراد زیادی از آزادی و حقوق خودشون فقط در راه اعتراض کردن استفاده میکنند. اونا همیشه در حال اعتراض مدنی و شعار دادن هستند. شعار دادن در نزدشون حتی از یافتن راه حل منطقی برای مسئله‌ای که به اون اعتراض دارن هم مهمتره. بسیاری از آدما به همین راحتی و صرفاً با دادن شعارهایی که خودشون به اونا اعتقادی هم ندارن اکتیویست میشن البته در واقع اکتیو در بیشعوری پیتر لیلی در کتاب فریاد بیشعورها ریشه که فعالیت های مدنی بیشعورها رو از عربده های انسان های اصر حجر تا بمگذاری های آنارشیستی قرن نوزدهم و تا جنبش های اعتراضی زمان کنونی ردیابی میکنه. او هشدار میده که با عادی انگاشتن این جنبش های اعتراضی و محسوب کردن اونا به عنوان حقوق مدنی افراد خطر بزرگی ما رو تهدید میکنه. جامعه در حال به آغوش کشیدن بیشعوری است. حقایق زیادی در این هشدار وجود داره. بسیاری از افرادی که نزد من میان و اعلام میکنن من بیشعورم با شرکت در تظاهرات و جنبش های اعتراضی دهه 1960 به استقبال بیشعوری رفتند. خواسته ها و شعارهای این افراد ابتدا فقط در مورد آزادی و رهایی بوده اما در سالهای بعد یاد گرفتند که با شعار و اعتراض چگونه از زیر بار تعهدات ازدواج، شغل، خانه و احترام به هم نوعانش و نیز رها و آزاد بشن در سایه همین حرکت ها اونا از آرامش خاطر، بزرگواری و تعداد زیادی از دوستانشون هم رها و آزاد شدند. البته باید تأکید کرد که این عامل دلیل اصلی به وجود آمدن این نوع بیشورها نیست بلکه هیجان اعتراض دلیل اصلیه مثلا از اون ای که علیه بارانهای اسیدی تجمع به راه میاندازند تعداد بسیار کمی میدونند که بارون اسیدی چیه و اصلا وجود خارجی داره یا خیر اونا به همین سادگی در یک تجمع اعتراضامیز علیه بارانهای قلیایی هم شرکت کنند و حتی ممکنه همزمان در هر دو شرکت کنند. با این حال افراد بسیار کمی هم وجود دارند که همیشه برای حفظ فوکها یا نهنگها یا جغدها در حال تلاشند. کسانی که میخواهند از هیجان بیشتری لذت ببرند و با مد بهتری شناخته بشن. افرادی که هواشی نیکوکاری برای اونا جذابتره تا خود نیکی کردن. بیشعورهای مدنی شاید خطرناکترین نوع بیشعورها برای جوامع مدنی باشن این امر نه به خاطر میزان شرارت بالایان هاست که البته بعضیاشون دارن بلکه به خاطر میزان بالای واگیری بیشعوری اوناست. بیشتر بیشعورها به تنهایی کار می اما یک بیشعور مدنی به این قصد در تجمعات حضور پیدا میکنه تا صدها هزار نفر رو که میخوان با دادن شعارها و خواندن آوازهای لوس و محمل دنیا رو تغییر بدن به خود جذب کنه و این همون فضای مطلوب برای انتشار بیشعوریه. همان گونه که آدولف شنایدر به وضوح در کتاب بیشعورهایی که من شناخته ام یاداوری میکنه در حقیقت هیتلر در جنگ پیروز شد البته نه در لشکرکشی نظامی بلکه در تلاش برای عوام فریبی و سوء استفاده از احساسات مردم او تخم معترضانی رو کاشت که نه انتهایی داره و نه هیچ چیز میتونه جلوی خودخواهی هاشون رو بگیره خودخواهی هایی که معمولا هزینه هاشون رو باید کل جامعه بپردازه و بدینسان فاشیسم در کالبد بیشعور مدنی و به شکل اعتراضات مدنی به حیات خود ادامه میده. یکی از دلایل این که چرا در جوامع اروپایی به ویژه جرمن اعتراض مدنی نسبت به ایالات متحده آمریکا جا افتاده تره همینه. هرچند آمریکایی ها هم در تلاشند تا کمکاری گذشتشون رو جبران کنند. از این رو به نظر میرسه که اروپایی ها بیشتر از ساگر مردمان دنیا از بیشعوری دل زده شدن و احتیاج دارند که جلوی اونو بگیرن. پنج خصیصه که به طور معمول بیشعورهای مدنی واجد اونان از این قرارن. یک بیشورهای مدنی قابلیت شگفتانگیزی برای دیدن تنها یک وجه از هر مسئله را رو دارن. همون وجهی که نفع اونها رو تأمین میکنه. به همین خاطر که سفید پوستانی که با سیاه پوستان بد رفتاری میکنن نجات پرست خانده میشن. اما سیاه پوستانی که با سفید پوستان بد رفتاری میکنن فقط همسایه های بدی محسوب میشن. سیاهانی که علیه سفیدها تبعیض قائل میشن فعال اجتماعی خونده میشن و سیاه که به نفع خودشون علیه اسپانیایی ها یا کره ها تبعیض قائل میشن لابد کاری منطقی و قابل توجیه برای حفظ همبستگی قومی جامعه سیاه ها میکنن همین منطق یک جانب گرایانه در مورد فمینیست ها، وطنپرستها ها، وطن پرست ها و به تازگی بی ها به کار میره. دو بیشعورهای مدنی عاشق نفرت ورزیدن هستند. انگار خمیرشون بر پاکی منفی بافی شکل گرفته. کسایی که با اونا نباشند علیه خودشون فرض میکنن و هر کس رو که مخالفشون باشه دشمن می انگارن. اونا به هیچ نظر و واقعیتی که مخالف نظر خودشون باشه توجهی نمیکنن تا مبادا روشون اثر بذاره و طرز فکرشون رو تغییر بده. اما با وجود انرژی و وقت بسیار زیادی که برای اعتراض و نفرت ورزیدن میذارن، به ندرت از خودشون میپرسند که چرا و به چه علت اینقدر معترض و متنفرن. 3. اونا برای خودشون حقوق ویژه‌ای در خصوص بیانصافی، آزار رسانی و دعواگری قائلند. اگر مجبور شدید چند تا سمور بکشید، کافیه از اجسادشون فیلم بگیرید و بعدا ادعا کنید که اون زبون بسته ها به خاطر تل گذاری تلف شدن. بنابراین، مسئول چنین فاجعه ای سنایه تل سازیه. بحانه ها به همین راحتی جور میشن. وقتی یه بیشعور فعال مدنی و اکتیویست بشه میتونه تا اونجا که دلش بخواد بیشرمی و گستاخی پیشه کنه چرا که بالاخره او مشغول فعالیت مدنی مهمیه و به این خاطر هر غلطی که دلش خواست میتونه بکنه مثلا نه تنها مجاز خواهد بود به کسانی که پالتو پوست پوشیدن توهین و به حریمشون تجاوز کنه بلکه حتی حق خواهد داشت که با اسپری پالتوهای گران قیمتشون رو رنگی و کثیف کنه چهار اونا به همان مهارتی که به دیگران دروغ میگن به خودشونم دروغ میگن ترفند یک فعال مدنی بیشعور اینه که در همان حالی که نقش پیروی از گاندی رو بازی میکنه طوری نفرت و کینش رو ورز میده که دست کم به زد و خورد بیانجامه پنج مهمتر از همه این که بیشعورهای مدنی اصلا حس شوختبی و ظرفیت شوخی ندارن اگر کاملا صحوی در مورد موضوعی که روی اون حساسا لطیفه ای گفته بشه فورا از گوینده چنان دیوی میسازند که دفع شرش واجب باشه گویی میترسند که اگر سوژه خنده دیگران بشن اعتقادات پاک و راسخشون متزلزل بشه یهودیا میتونن درباره یهودیت جک بگن و سیاپوستا میتونن درباره زاغه هاشون جوک بسازن اما اگر کسی بیرون از مجموعه بخواد با هر کدوم از اینا شوخی کنه فوراً پدرش رو در میارن. به جای جوک های لهستانی حالا میتونیم درباره وکلای دادگستری جوک بسازیم اما بعیده که تنزهای آری از مسائل جنسی و قومی چندان خنددار یا حتی سالمتر از اونایی باشند که حاوی این مسائلن بیشورهای مدنی به شدت تشنگ قدرتند اینا کسایی که تا زمانی که به چنان قدرتی دست نیابند که نظرات مشعشعشون درباره نحوه زندگی رو به دیگران حق نکنن از پا نمیشینند. اما تنز قضیه اینجاست که فعالیت مدنی و احساسات آزادی خواهانه ی اونا فقط از طریق سوء استفاده و بهرکشی از دیگران یعنی مجبور کردن مردم به قبول سلیغشون و پشتیبانی از هوا و حوث های اونا اقنا و تأمین میشه. شیوه ی اونا نوع تازه ای از برده اونا اونا همونقدر به قربانیاشون احتیاج دارن که قربانیاشون به اونا نیازی ندارن. یکی از بیمارانم می گفت، تنها چیزی که در زندگیم همیشه عاشقانه اونو انجام دادم نفرت از شوهرم بوده. الان واقعا از کشتنش متاسفم و زندگی بدون اون به نظرم خیلی پوچ و خالی می نسی. دیگه نمیدونم با چی باید چی کار کنم. از بخت خوش برای ما و خودش همکنون او در بازداشتگاه داریم